آنچه انتظارش می رفت، عاقبت جنبه ای رسمی به خود گرفت. جو بایدن و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور فعلی و سابق آمریکا، با دستیابی به تعداد نمایندگان نیابتی مورد نیاز موسوم به دلگیت، کاندیداتوری از جانب حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری را قطعی کردند. روز سه‌شنبه، چهار ایالت دیگر آمریکا، صحنه ادامه رقابت‌ها در انتخابات مقدماتی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شدند. بایدن برای پیروزی به 1968 دلگیت نیاز داشت که در نهایت تعداد دلگیت های او از مرز 2100 نفر فراتر رفت. ترامپ نیز برای پیروزی به 1215 دلگیت نیاز داشت که همکنون تعداد دلگیت های او نیز مرز 1228 نفر را پشت سر گذاشته. بنابراین با قطعیت میتوان گفت انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال جاری میلادی همچون 4 سال پیش بار دیگر صحنه رویارویی بایدن و ترامپ خواهد بود. به این ترتیب آمریکا پس از 68 سال بار دیگر شاهد تکرار رقابت دو رئیس جمهور فعلی و سابق با یکدیگر خواهد بود. بایدن شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به شدت به دیدگاه‌های ترامپ تاخت و کمپین انتخاباتی او را کارزار خشم و انتقام‌جویی که بنیان اندیشه آمریکا را تهدید می‌کند خواند. او همچنین از دستاوردهای اقتصادی دولت خود دفاع کرد. با این حال به باور بسیاری از ناظران مسیر او برای حفظ منصبش در کاخ سفید چندان هم هموار نیست. تا زمان فرارسیدن نوامبر امسال بایدن با همون نقاط ضعفی مواجهه که در دوران انتخابات مقدماتی هم براش مشکل ساز شدن. اول از همه نگرانی ها بابت سنش. با 81 سال سن اون همین الانش هم مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکاست. از طرف دیگه جناب پیشرو و بخشی از رای دهندگان به حزب دموکرات هم از حمایت های او از اسرائیل در جنگ غزه دل خوشی ندارن. در این حال هم بایدن و هم رقیبش ترامپ با این مشکل دیگه هم مواجهن و اون بخشی از رای دهندگان که رقابت دوباره این دو نفر با هم دیگه جذابیتی براشون نداره. برخلاف جو بایدن که بر حسب سنت رایج در آمریکا به دلیل در قدرت بودنش در رقابتی نچندان جدی به پیروزی در حزبش رسید، دونالد ترامپ از ابتدای اعلام آمادگی برای حضور دوباره در صحنه انتخابات ریاست جمهوری مسیر به مراتب دشوارتری را پشت سر گذاشت تا در نهایت به پیروزی در حزبش برسد. کمیته ملی جمهوری خواهان ما رو کاندیدای رسمی حزب خواند. از این پس کاندیداتوری حزب جمهوری خواه از آن ماست که برای ما بسیار ارزشمند است. اما مهمتر از همه این است که ما باید به پیروزی برسیم، زیرا کشورمون به شدت دچار مشکل است. از همین رو ترامپ مقطع فعلی را زمان مناسبی برای ابراز خوشحالی و شعف نمی داند. ما قصدی برای برگزاری جشن و سرور نداریم. جشن واقعی ما 8 ماه بعد پس از پایان انتخابات خواهد بود. به باور من 5 نوامبر مهمترین روز در تاریخ کشور ما خواهد بود. از همین رو به لحظه رأی‌گیری بیاندیشید، چرا که این رأی‌گیری قرار است مهمترین رأی باشد که تا کنون داده اید. دونالد ترامپ تا کنون بارها ریاست جمهوری جو بایدن را ضعیف‌ترین دوره تاریخ آمریکا خوانده. او وعده انتخاباتیش را بر تشدید امنیت مرزی، اخراج مهاجران غیرقانونی و در پیش گرفتن رویکرد اول آمریکا در حوزه سیاست خارجی متمرکز کرده. با آنکه نمیتوان پیش بینی کرد که در نهایت کدام یک از این دو بار دیگر رئیس جمهور خواهد شد، اما به طور قطع میتوان گفت که رقابت اصلی برای انتخابات روز 5 نوامبر 2024 عملاً از همین لحظه بین این دو نفر آغاز گشته است. محسن ایزدی، لندن.